محمد رسول الله، لا اله الا الله، علي ولي. به نام خدا، سلام، در خدمت شما علی زکریایم با یه بیناشو در مورد فیلم عنکبوت مقدس با هم میخواییم بررسی بکنیم، ببینیم اصلا از کجا این به وجود اومد. سال 1379 یه قاتل افتاد تو شهر مشهد، دوره میگشت، زنایی که تنفروشی میکردن یا مشکوک به تنفروشی بودن رو میکشت. 16 تا زن رو کشت، آخرم دستگیر شد و اعدام شد. تا اینجا داشته باشین. این آقای سعید حنایی این زنا رو که میگرفت بهشون تجاوز نمیکرد، یعنی فقط میکشت رو حساب تفکر تعصبی اعتقادی که برای خودش درست کرده بود و با همون روسری خودشون خفشون میکرد. جسدش رو یا چادری پتوی چیزی میپیچید، اجازه تو مشهد ول میکرد تا بیان پیداش کنن. اولین مستندی که دربارش ساخته شد اسمش بود و عنکبوت آمد. تقریبا همون سالا ساخته شد و واژه عنکبوت اصلا به خاطر همین به وجود اومد. چرا؟ چون روش قتلایی که انجام میداد تشبیه شده بود به روش شکار عنکبوت که تور پهن میکنه و شکار خودشو میکشه تو خودش. چرا اینا رو دارم توضیح میدم؟ میخوام با واژه عنکبوت و تور پهن کردن عنکبوت و تور تار تنیدنش اینو تو ذهنتون داشته باشید، بعد برسیم به داستان عنکبوت مقدس. آنچه که مسلمه این اتفاق چون تو شهر مشهد افتاده دلیل بر این نیستش که علمای شهر مشهد یا امام رضایی که تو مشهد قرار داره حتما با این تفکر وحشیگری و متعصبانه موافقه. قطعا مخالفه. از کجا میگم؟ از اونجایی که تو همون سال همه میترسیدن از این خفاش شب مشهدی یا قاتل عنکبوتی. از اونجایی دارم میگم که همین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سعید حنایی رو بازداشت کرد و در همین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در قوه قضاییه همین مملکت محاکمه شد و توسط همین حکومت اعدام شد. اگر نظام ایران، حکومت اسلامی و دین اسلام و امامانش با این تفکر موافق بودن چرا باید اعدام میشد؟ چرا اصلا باید دستگیر میشد؟ چرا باید توی تمام رسانه‌های خود وطنی داخلی خودمون تقبیح میشد این کار؟ چرا خیلی از کسایی که همون زمان با هر تفکر و عقیده‌ای بودن، چه اینوری چه اونوری چه وسط بالا پایین، هر کی که بود این کار رو تقبیح کرد؟ هیچ کس تایید نکرد این کار رو. هیچ کدوم از علمای دین هیچ موقع هیچ وقت هیچ جا سهه نذاشتن روی همچین برخوردی با پدیده تنفروشی و کسایی که دارن تنفروشی میکنن. اصلا روند تاریخی رو که نگاه میکنیم میبینیم امیرالمومنین علی علیه السلام در تاریخ که ورق میزنیم میبینیم وقتی مواجه میشدن با کسی که به دید بقیه داره تنفروشی میکنه، شنیدین داستانشو دیگه، وارد خونه‌ش شد، چشماشو بست، از خانم پرسید خانم شما حالت خوبه؟ خانم گفت آره. گفت تنهایی؟ گفت بله. در واقع دروغ میگفت، ولی حضرت وظیفه تجسس نداشت، اتفاقا میخواست جونش رو حفظ کنه و بعد اومد بیرون گفت من چیزی ندیدم. ببین این برخورد یک ولی جامعه است با یک پدیده‌ای که قطعا یه سرش به مشکلات اقتصادی برمیگرده و به خاطر اونه که داره تنفروشی میکنه. اسلام دین آبروداریه نه آبروبری. اسلام دین دستگیریه نه مچگیری. شاید الان با خودتون بگیم پس حکم سنگسار چیه در اسلام؟ سنگسار شرایطی داره که اگر اون شرایط رو من براتون بگم با خودتون میگین اه چطور ممکنه که جلوی 4 نفر عادل بالغ عاقل یه نفری بیاد زنای محسنه انجام بده، یعنی زن شوهردار با مرد زندار جلوی 4 نفر آدم بالغ عادل عاقل. این تنها تصوری که آدم میتونه داشته باشه از این پدیده اینه که بیان در ملأ عام این کارو انجام بدن، یعنی دیگه نه تنها قبح عمل براشون ریخته شده که حتی دیگه جامعه اسلامی هم براشون مهم نیست. ولی اون چهار تا عادل اونجا چه غلطی میکنه؟ حتی میگن توی یه همچین چیزایی برای سنگسار اگر شاهد این داستان 3 بشن 4 نشن نفر 4 بکشه کنار، اون 3 باید شلاق بخورن. یعنی اسلام میگه فکر نکنید که آبروی مؤمن الکی هر کسی میتونه بره بگه آقا این کار فلانی این کارو کرده بعد بیان مثلا فرض کن اعدامش کنن یا سنگسارش کنن. نه، حرمت مؤمن از کعبه بالاتره. تو قضایای پیامبران قبل از پیامبر اسلام هم داریم که وقتی میخواستن یه نفر سنگسار کنن گفتن کسایی بیان سنگ بزنن که این عملی که این مرتکب شده رو مرتکب نشده باشن و کسی نیومد جلو. یعنی تمام تلاش دستورات دین برای حفظ آبروی مؤمنه. حالا اینا رو برای چی دارم میگم؟ همه ما میدونیم قطعاً که اسلام هیچ موقع همچین عملی رو تایید نمیکنه و هیچ موقع سعید حنایی ها رو نمیپذیره اسلام. اثر بعدی که در مورد این اتفاق ساخته شد سال 98 اثری بود به نام عنکبوت که داخل ایران ساخته شد. محسن تنامنده نقش سعید حنایی رو بازی میکرد و تقریباً تلاش شده بود تو این فیلم واقعاً بر اساس داستانی که اتفاق افتاده پیش بره که اصل واقعیت رو نشون بده. حالا یه در اون مایه داستانی هم بهش اضافه شده بود و میشد گفت یک فیلم بر اساس واقعیت بود. عنکبوت مقدس از کجا شکل گرفت؟ بازیگری که توی این فیلم بازی کرده اول با هم مرور کنیم بعد بپردازیم به خود داستان. زهرا امیر ابراهیمی
کسی که فیلم رابطه خصوصیش با یه نفری که بهش قول داده بود بیا من معروفت میکنم، بیا من بچه کارگردانم، بیا من تو رو میبرمت بالا بالاها، فیلم رابطه خصوصیش در اومد. این فیلمو کی پخش کرد؟ نظام؟ نه. حکومت؟ نه. آخوندا؟ نه. خودش با یه نفر دیگه ارتباط گرفته، فیلمش هم اومده بیرون. واکنش حزب الله یا به این داستان چی بود همون زمانا؟ همه گفتن آقا این فیلم خصوصی نباید پخش بشه. همه گفتن ان شاءالله که حلالش بوده، چون اصلا ما وظیفه نداریم تجسس بکنیم ببینیم اون موقع اینا صیغه مثلا عقد فلان خونده بودن نخونده بودن. اگر بگن خوندن تمومه، اصلا چون تو جامعه اسلامی بوده قبوله. آیا کسی بهش زور گفت؟ نه. آیا کسی محکومش کرد؟ نه. شلاق خورد؟ نه. سنگسار شد؟ نه. بهش توهین شد؟ نه. خودش از این که بابا بالاخره آدمیم دیگه، همه خودمون آدم، یه لحظه تصور بکنه تو موقعیتی که همچین فیلم ازش بیاد بیرون، خیلی زشته، خیلی بده. خودش از این که نتونسی همچین فشار روحی روانی رو تحمل کنه از ایران رفت. آیا حکومت انداختش بیرون؟ نه. نظام بهش گفت حق نداری ایران بمونی؟ نه. پس چی شد؟ نتونست این حجم بی آبرویی رو تحمل بکنه، بی آبرویی که هیچ کدوم از ماها مقصرش نبودیم، اصلا کسی از طرف اسلام و دین و حکومت مقصر نبود، هر چی بوده خودشون بودن. حالا گذشته رفته اون طرف مرزها، اتفاقا وقتی رفته بود اونور آب، تقریبا میشه گفت اذهان عمومی جامعه در مورد این فیلمی که از زهرا امیر ابراهیمی پخش شده بود این بود که چقدر این دختر مظلومه، چقدر بهش سخت گذشته، خدا کنه کم نیاره، خدا کنه دست به خودکشی نزنه، خدا کنه نابود نشه، کمرش خم نشه زیر بار این همه حجم بی آبرویی و بی عفتی که به وجود اومده. همه نظرمون این بود. منتها دیگه نبادم توقع داشته باشه که پس فردا بیان ازش دعوت بکنن توی فیلمی نقش مریم مقدس هم بهش بدن بازی کنه. درسته؟ اینم طبیعیه دیگه. حالا این خانومو داشته باشین، رفت اون طرف آب، کشف حجاب کرد، یه مقدار در مورد فشارهایی که روش بوده که ما هیچ وقت نفهمیدیم از طرف کیا بوده، هی چسبوندش به حکومت. حکومت اسلامی حتی در دولت‌هایی که موافق تفکر انقلابی هم نبودن، باز با یه سری کارهایی که انجام میدادن انقلابی‌ها مخالفتی نداشتن. مثل رابعه اسکویی که سال 94 رفت، سال 96 بود دیگه، سال 96 هم برگشت. چه واکنش نشون دادیم ما؟ گفتم آقا برگرد تو، دختر همین سرزمینه، همه امکان داره اشتباه بکنه. این تفکر والیان و امامان دینی و حاکمان دینی، تفکر حاکم دینی، تفکر حضرت آقاست که برمیگرده توی سخنانش توی بجنورد میگه این کسایی که میبینین بعد حجابن ولی دلشون با انقلابه، اینا ایرادشون ظاهرشونه، من و شما ایرادمون تو دلمونه. حالا اینو داشته باش، برسیم به عنکبوت مقدس. اولا چرا عنکبوت مقدس؟ چون فیلم عنکبوت زودتر از اون ساخته شد، جرقه عنکبوت مقدس قبلتر خورده بود، ولی فیلم عنکبوت که در داخل ایران ساخته شد یه تفاوتی می‌خواستن داشته باشه، متاسفانه واژه مقدس رو بهش اضافه کردن. همونطور که میدونیم، میخوایم چند تا المان رو توی این فیلم با هم دیگه بررسی بکنیم. اولا مشهد رو معمولا به چی میشناسن؟ مشهد مقدس. اتفاق سعید حنایی قاتل عنکبوتی یا مخفاش شب مشهدی کجا اتفاق افتاده بود؟ در شهر مشهد مقدس. چطور شکار میکرد شکار خودش رو؟ به سبک عنکبوت، برای همینم معروف شد. حالا اومدن اسم فیلمو چی گذاشتن؟ عنکبوت مقدس. کسی که با حرم امام رضا و مشهد آشنایی داشته باشه میدونه خیابون‌های منتهی به حرم عین تار عنکبوت منظم نیست، چون خیابونا 4 تا بیشتر نیست. یعنی اگر حتی عکس هوایی شب واقعی حرم و مشهد رو هم نگاه بکنیم شبیه تار عنکبوت نیست. به طرز رزیلانه‌ای ببینیم، می‌خوایم از توی چه می‌دونم 4 تا عدد یه نکته در بیاریم بگیم اینا فراماسونه، نه، چیزای واقعی که الان توی این فیلم اتفاق افتاده رو داریم می‌گیم. عکس شب مشهد رو مشخص کردن، عکس گرفتن با فتوشاپ عین تار عنکبوت درش بردن، با فونت قرآنی و عربی نوشتن عنکبوت مقدس، با همون ا ا هایی که توی کتب عربی نوشته میشه، کتب فقهی نوشته میشه، و بعد حرم رو گذاشتن در مرکز این عنکبوت. چی به ذهن مخاطب میزنه؟ میزنه که اتفاقا اون عنکبوت واقعی که داره این قتل ها رو پدید میاره تفکر دینیه و مرکزش تو مشهد کجاست؟ حرم امام رضا علیه السلام نعوذ بالله. اینو از خودم نمیگم ها، این فیلم عنکبوت مقدس ادعا داره که بر اساس واقعیت قتل‌های سعید حنایی ساخته شده، ولی آیا اینطوری بوده؟ خود کارگردانش تو مصاحبهش میگه من ناچار شدم یه شخصیت خیالی به عنوان خبرنگار به داستان اضافه بکنم و این خبرنگار همونیه که زهرا امیر ابراهیمی داره نقشش رو بازی میکنه. این خبرنگار اصلا در داستانی که بر اساس واقعیت ساخته شده وجود خارجی نداره، در نتیجه کمک میکنه به کارگردان برای داستان پردازی. درست شد؟ حالا تصاویری که توی این فیلم به نمایش کشیده شده طبق صحبت‌های همین خبرنگاری که از خود جشنواره پیغام فرستاد به چه صورت بوده؟ آیا واقعیت‌ها رو گفته یا به قول همین خبرنگاره هر چی مرد توی این فیلم بوده قصدش تجاوز و قتل و خونریزی و میل تعرض به نوامیس مملکت رو داشته؟ اینه واقعیت ایران. امام رضای مهربانی که ما میشناسیم تو مشهد، امام رضایی که وقتی شیخ بهایی یه ورد و ذکری رو نوشته بود که درهای حرم به روی گناهکارا بسته میشد، شب در خواب امام رضا رو دید، بهش گفت به تو چه، اصلا تو حق نداری چیزی بنویسی کاری بکنی که گناهکارا نیان، در حرم من به روی همه بازه. یه همچین امام رضای مهربانی
که درب حرمش 24 ساعته به روی هر کسی که دوست داره با خدا ارتباط بگیره با امام رضا ارتباط برقرار بکنه بازه، آیا این ظلم در حق امام معصوم نیست که اون رو بذاریم رأس حرم انحرافات کور و جاهلی اسلام؟ تفکری که میگه هر کسی گناه کرد باید حذف فیزیکی بشه، اینه تفکر اسلام؟ مدافعین حرم ما برای چی رفتن سمت سوریه؟ به خاطر اینکه یه نفری اومده بود نزدیکای حرم، خمپاره راکتی چیزی زده بود، بخشی از حرم معصوم ما رو خراب کرده بود، بخشی از حرم خواهر معصوم ما رو خراب کرده بود. الان اصل امام هشتم رو دارن بهش توهین میکنن. کجا نشستیم؟ امام رضا علیه السلام نعوذ بالله همون عنکبوتیه که افکار رو مسموم میکنه که برن قتل انجام بدن، اونم قتلای این مدلی. دیگه چه ظلمی در حق امام رضای ما باید انجام بشه؟ طرف یه کاریکاتور توی مجله بر علیه پیغمبر کشیده بود، مهدورالدم شناخته شد. بعد چطوری همچین فیلمی در لایه پنهانی خودش داره میگه نتیجه این تفکرات تعصبی دستورات اسلامه و در مشهد امام رضاست که باعث میشه این اتفاق بیفته؟ کجا نشستیم؟ چیکار داریم میکنیم؟ دستمون به سازندگانش نمیرسه. اون ور آبن خیلی خوب، جشنواره ای که بر اساس نظرات مردمی این فیلم ضعیف و ساخت رو درجه 2.2 بهش میده از نگاه مردم، یعنی پایین ترین درجه ای که میشه به یه فیلم داد، باید قبول بکنیم که بر اساس سیاست بازی زهرا امیر ابراهیمی به عنوان بازیگر نقش اول زن انتخاب میشه تو فیلمی که تنها جاذبش میتونه صحنه های نیمه اوریانی باشه که داره به نمایش کشیده میشه. سیاه نمایی از ایران انجام شد، از مردهای ایرانی سیاه نمایی انجام شد، به تمامی مردهایی که درون این فیلم حضور پیدا کردن و بازی کردن که نماینده مردهای ایرانی بودن توهین شده، به امام معصوم جامعه توی این فیلم توهین شده، تصویری از مشهد به نمایش گذاشته شده که تماما سیاه نمایی، همه اینا به کنار، به بازیگرش بر اساس سیاست بازی جایزه نقش اول زن رو دادن، این به کنار، برخی از هنرمندای ما اومدن تبریک گفتن به این خانم بابت دریافت این جایزه. اینو کجای دلمون بذاریم؟ بعضی از سیاستمدارایی که تفکراتشون البته برای ما شناخته شده است ولی شاید برای خیلی شناخته شده نباشه، اومدن تبریک گفتن به این خانم بابت موفقیتش در سیاه نمایی از ایران و دین و دستورات دین و امام رضای مهربون ما. بابا گلی به جمال شماها، گلی به جمال شماها. و باز اینش هم به کنار، کسایی که تو همون جشنواره شرکت کردن به رفاقتشون، به عکس انداختنشون با عوامل این فیلم سراسر سیاه نمایی افتخار میکنن و بعد تو همون خارج از مرزهای ایران علیه ایران هم راستا با اهداف عنکبوت مقدس مصاحبه میکنن و بعد باز بر میگردن نون همین مملکت و آب همین مملکت رو میخورن، به اینا چی بگیم؟ کاش بر نگردن، کاش واقعا مرد و مردونه به این نتیجه برسن که این مملکت واقعا جایی برای اونها نداره و نیان. ولی وقتی بر میگردن و در کمال سلامت دوباره به زندگیشون ادامه میدن، آدم قلبش پاره میشه. چقدر مظلوم امام رضا، چقدر مظلوم اسلام و چقدر بیشرف هم از مصاحبه این خبرنگاری هم که کلیپش تقریبا همه جا تو فضای مجازی پخش شده هم ببینید، دستتون میاد که دقیقا این داستان قراره به کجا ختم میشه. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. متشکرم از همراهیتون. بینا بشین تا خدای نکرده آخرتون به باد نرد. خدا نگهدار. اینو بفرستیم برای بقیه. یا علی.